Mokhtar? هم صحبت خوبی است. از تنهایی در میایی. می توانید شبها تا سحر بنشینید و هی قصه های دور و دراز ببافید. ببافید. یعنی بن عفیف اینقدر خوش اقبال هست که هم بنده شیر مرد بنی صغیر شود. مختار، مختار جان، کجای دلاور؟ ابو حساب، بیداری یا خواب؟ منم بن عفیف، همرزمت در صفه. یادت هست در راه علی چه ما عاشقایی کردیم با مرگ؟ شنیدم جراحتی را که به چشمت زدم. من چشم در راه علی دادم، تو در راه پسرش حسین. خدا از جفتمان قبول کند. زخم چشمت چرک کرده دلاور. تو چرا اینجا هستی بن عفیف؟ آمده هم شلاق بخورم و پوست کلفت کنم تا شاید بتوانم داغ حسین را تحمل کنم. چشمان کورم حجاب گوشهایم شد تا ندای حلم ناصر حسین را نشنوم. وقتی شنیدم حسین را کشتم و اهل بیتش را به اسیری بردم. ای خدا کورم محشور کن تا چشم در چشم پیامبرت نشوم. خدایا در صفین وقتی چشمانم زخم برداشت، علی دست بر زخمم نهاد و قدرت نگاهم را به گوشهایم بخشید تا کور نباشد. پس چرا کور بودم و به کربلا نرسیدم؟ بهشتت را نمیخواهم، فقط آنقدر به من فرصت بده تا دستم دوباره به قبضه شمشیرم برسد. اون وقت اگر خواستی به دوزخم بفرستی بفرست. در احوال امام شنیدم روز عاشورا جهت اتمام حجت بر کوفیان ظاهر شدند و فرمودند اگر دین نداری لاغر آزاده باشی. من به دعوت شما راهی کوفه شدم. خیلی نامه هایتان گواه است. نامه بسیاری از شما که راه بر من بسته ای در نامه هایتان نوشته شده. از دعوت خود پشیمانید؟ باشید. چرا راه پس و پیش را بسته اید؟ راه را باز کنید، به دیاری جز عراق خواهم رفت. کوفیان مجال ندادند بیش از این سخن کنند. تیر به سویش انداختند. آخ میسم. میسم کجایی تا از خدا بخواهی وعده‌ات را عملی کند؟ میسم تمار؟ میسم تمار به من وعده ای داده. به خدا قسم میسم تمار مرد راستگویی بود.
او سالها به درخت نخلی آب داد که علی وعده کرده بود دار میسم است. همان شد مقدار، میسم را بر همان درخت دار زدم. من تا روزی که میسم را بر دار زدم باور نداشتم، میپنداشتم میسم از زیر اوهام شده. میسم چه وعده ای به تو داده؟ وعده داده پسر مرجان را خواهم کشت و بر صورتش پای خواهم کوفت. پس خواهی کشت، بر صورتش پای خواهی کوفت، شک نکن. میسم عالم به اسراری بود که از علی شنیده بود. شبی در مسجد با میسم به نماز بودیم. میسم حال عجیبی داشت، خیلی عجیب. چطوری رفیق شفیق؟ شنیدم از وقتی علی دست بر جراحت چشمت نهاده گوشهایت را بینا کرده. سال هاست که تو را ندیدم. مرا شناختی اخوی؟ تو میسمی؟ میسم؟ در کوفه مثل ریگ میسم ریخته. کدام میسم؟ تو میسم تماری پیر مرد، حال نخلت چطوره؟ داغوی شماست. چه میکنی میسم؟ جای دستان علی است، بوسه زدم بر لب یار. میخوای تو را از فرجامت با خبر کنم پیرمرد؟ دست بردار میسم، حرفای میزنی که مردم خیال میکنن بیهوده و دروغ است. تو را دیوانه میخوانند. نکن برادر، اسرار عشق فاش نکن. دست خودم نیست، عشق علی مجنون و رسوایم کرده. لا یکمل ایمان العبد حتی یظنون الناس انه مجنون. تا مردم گمان نکنند دیوانه ای، ایمانت کامل نمی شود. این که فرمودی حدیث نبوی است؟ حدیث عشق است ابن حفیف، حدیث عشق. من قرار بود از پس دستان علی دنیا را بنگرم، پس چرا ندیدم؟ چرا نشانه های راه عشق به علی را گم کردم؟ میسم خواست نشانه ها را در گوشت بخواند بن عوی، تو بیچاره حاضر نشدی بشنوی. ای خاک بر سرت بن عفیف، ای خاک بر سرت بن عفیف. آرام باش بن عفیف، آرام باش. تو تنها گم گشته ی عالم عشق نیستی، من هم که چشم داشتم گم شدم. من هم تا روزی که میسم به درخت نخلش آویخته شد به او و حرفایش باور نداشتم. روزی که خبر مرگ مسلم را شنید، آنچنان ولوله‌ای در زندان کوفه به راه انداخت که پسر مرجان چاره‌ای جز کشتنش نداشت.
من به کاری بزرگ مبعوث می شدم. اینک از خودم می خواهم نصرتم دهد تا خونی های حسین را قصاص کنم. من به عشق تحقق این آرزو زندم. به خدا قسم قاتلین حسین را امان ندهم، حتی اگر روزی هزار بار توبه کنند. اگر امان ندادنم به این دیوان و ددان، چاهی باشد که مرا به قهر دوزخ بفرستد. به این چاه و دوزخ راضی ترم. مختار، میثم مبشرن و نذیرن بود ابو اسحاق. او تو را به کاری بزرگ بشارت داده و از خطری بزرگ بر حذرت داشته. خونی های حسین را قصاص کن، اما نه با کینه توزی و خودخواهی.